یه وقتایی یه تصویر دور از دوران بچگیم به سراغم میاد. روزایی برای دیدن دوست قدیمی پدر باید از روی پل تنابی روی رودخونه زرجوب عبور میکردیم، از وسط شهر. دوست پدر رو خوب یادم نمیاد، حتی اون محله قدیمی رو. از ماجراهای دیگه اون روزها هم خاطره ای ندارم، فقط و فقط پل چوبی تنابی و لرزیدنش بر روی رودخونه ای که تند و خروشان میگذشت. روی پل چشامو میبستم و فقط تکونهای دلهره آور پل و صدای شدید جریان آب رو حس میکردم و دست پدر رو تا دوباره زمین سفت. من اون روز از ترس افتادن توی آب به رودخونه نگاه نمیکردم، ولی امروز از تصویر و هیبت کثیفش گریزونم. نه فقط من، که همه مردم شهرم. امروز دیگه کسی به زرجوب نگاه نمیکنه. انگار ترس دوران کودکی من از افتادن توی آب زرجوب به همه شهر سرایت کرده. اما زرجوب سر به زیر از میون شهر میگذره و به ما نگاه میکنه که چطور زخمی و آلودش کردیم و الان چشم ازش بر میگردونیم. اگه دیروز میترسیدم، امروز خجالت زدم که چطور من و یک شهر داشته هامونو میکشیم. داشته هایی مثل رودخونه‌ای که دیگه رودخونه نیست. خداوند هر جنبنده‌ای را از آب آفرید. اهمیت این مطلب را می شود از تصدیق‌های فراوانی که در آیه‌های قرآن کریم به این موضوع شده درک کرد. و هو الذی خلق من الماء بشرا و اوست که از آب بشر را آفرید. اول ما خلق الله الماء، نخستین چیزی که خدا آفرید آب بود. در ادیان و فرهنگ‌های باستانی و ادبیات کهن و نو، آب مثل روح و روان همه جا حاضر است. آب از آغاز بود. در منطق الطیر عطار می‌گوید: کس ندیده است آب هرگز پایدار، کی بود بی آب بنیاد استوار. در کهن‌ترین سرودهای ایرانیان اوستا، اهمیت آب تا آنجاست و آن را مقدس می‌دانند و برایش سرودی چنین می‌خوانند: آب از آن بداندیش مباد، آب از آن بدگفتار مباد، آب از آن بدکردار مباد، آب از آن دژدین، دوست آزار، مغ آزار، همسایه آزار و خانواده آزار مباد. و برای داشتنش اهمیت و ارزش خاصی قائل هستند. و این نشان از اهمیت آب در تاریخ و زندگی انسانها دارد. آب رشته زندگی است. هر کجا آب وجود داشته، زندگی به وجود آمده، رشد کرده و تکامل یافته است. تمدن‌های بزرگ در کرانه‌های کهن رودها و آب‌های آزاد جهان شکل گرفته‌اند. اهمیت و ارزش آب در همه فرهنگ‌ها و ادیان جهان بی اندازه گرانبهاست. در فرهنگ بادیه نشینی نبود آب مرگ است. در فرهنگ شرق دور آب منبع الهام و راز است و معنای جهان و زندگی. در غرب آب پیشرفت است و در جنوب آب آزادی. آب را گل نکنیم. آب را گل نکنیم. شاید این آب روان می روید این های صافیاری تا فروش بیدن دونه. دست درویشی شاید نان خشکیده فرو برده در آب. شاید وقتی سهراب این شعر را می سرود، رودخانه مستند ما یک رودخانه واقعی بود، زنده، سالم و زیبا. اما امروز داستان زرجوب شنیدنی است. رودی که روزی مثل زر می درخشید و امروز از آن درخشش هیچ نشانی نمانده. رودخونه زرجوب از وسط شهر رشت می گذره. رودخونه ای که از بلندی های هزار مرز در جنوب شهر سرچشمه می گیره و بعد طی مسافت چند کیلومتر به رشت می رسه و شهر رو به سمت تالاب و دریا پشت سر می گذاره. اما تو این مسیر شیرابه های سمی و خطرناک مدفن زباله های شهر در سراوان و پساب های صنعتی و بیمارستانی و فاضلاب شهری که توی این رودخونه می ریزند، از این رود که روزی شریان زندگی بخش و جزء جدایی ناپذیر زندگی این شهر بود، چیزی جز یک رود روبه مرگ باقی نذاشتند. در این بین تعدادی از دانشجویان و جوانهای شهر برای نجات رودخونه شهرشون از بند آلودگی و بیتوجهی شروع به فعالیت برای آگاهی بخشیدن به مردم و مسئولین می کنند.
این گروه و جووناش رو در فضای اینترنتی شناختم و فعالیت‌های مجازی اونها رو برای آگاهی و اهمیت دادن به محیط زیست و رودخونه زرجوب رو که بیمار و حال خوبی نداره رو دیدم. خانم شمشادی، شریفی، سکوتی و شایان روحی چندی از جوانهای گروه زرجوب را نجات دهیم هستند. اونها با فعالیت اجتماعیشون میخوان واکنش شهر رو نسبت به پدیده‌های زنده درونش مطالعه کنند و حساسیت مردم و مسئولین رو نسبت به وضعیت اسفناک رودخونه زرجوب برانگیزونند. میشه زرجوب گذاشتن؟ یعنی منظورش این که از زرم بالاتره. زر یعنی چی؟ طلا، جواهر. درسته. منظور از زرجوب یعنی از این رودخونه طلا میباره. درست. هدف زر یعنی چی؟ طلا. شما حساب کنید منظور اون زر اون ماهی بود که تو اون رودخونه بود. اون آب تمیزی بود که میرفت برای بیجارهای اونا. قدیمی ها گفتن اینجا ما غذا درست کردیم با آب. او قدیمی ها قدیمی ها بله. ما اینجا غذا درست میکردیم. شنا بودیم مایی گفتیم مایی مثلا راننده های قدیمی صحبت میکرد ما سوار شدیم. گفت دختر این آب رودخانه اصلا اونقدر زلال بود مثلا روشن بود ما میخوردیم. من اینجا شنا میکردم مایی میگرفتم. شما 50 سال پیش همین صدی که اینجا هستش از بالای این صد داخل آب میرفتیم تا لب آب. داخل آب که میرفتیم ماهی ها رو ما میدیدیم. ماهی های بسیار ماهی سفید به زبان گیلکی سیاکولی. متاسفانه الان یه دونه قورباغه هم پیدا نمیشه. آلوده ترین رودخانه است که فعلا من فکر میکنم تو دنیا. اون موقع مامانامون مثلا میومدن اونجا تو رودخونه لباس میشستن. اونقدر آبش تمیز زلال ماهی. ماهی میگرفتن اصلا تو این آب. اینقدر خوب بود آبش. من قشنگ یادمه من بچه بودم همیشه با مامانم میرفتم. یه راهی داشت اینجا چون خونمون دهنی کوچه بود خونه مادری. میرفتیم قشنگ لباساشونو میشستن. اصلا یه کارایی میکردن اونقدر آبش زلال صاف. چون خودتون آبازی میکردیم؟ کلی آبازی میکردیم. من خیلی خاطره داریم تو همین رودخونه. ولی الان این آبو میبینم واقعا متاسف میشم که چرا این آبو به این روز انداختن. زرجوب را نجات دهیم. حالا برای مطالعه شما که اطلاعاتتون خیلی بیشتر از این است. این فاضلا بودی آب تمیز بود ماهی میگرفتن میخوردن درست میکردن. ماهی خیلی خوب ها. نه از این اشغال اشغال نه خیلی خوب. ما خودم میرفتیم اونجا لباس میشستیم. بهتر نشد لیلوی که اینه که مثلا این آهنه رو زدن ولی به حال بازم اشغال میریزن. موش خیلی زیاده واقعا موش زیاده. الان تو خونه من خودش ایمان تمام سرخسانه در گرفتیم ولی بازم موش میاد. همین چند روز پیش موش اومده من خونه من همه رو خوب پاش کرده. مایی میگرفت تو این دوت خونه قدیم هست اینجوری نبود. موچی داشتین که الان نداشتین الان جریان مثلا میگم ماهیگیری و آب تمیز الان اون تاق میبینی تاق بله بله اینگه همه از بست کرده بود. خدا این بوی رودخونه اینقدر زیاد هستن تو خونه شب میخوای بخوابی در پنجره باید ببندی اگه باز بذاری نفس میزنی اصلا بوی گندی میاد. دیگه ما مجبوریم بخاطر اینکه خونه هم اینجا برجی ما نمیشه بریم چیز. من که کوچیک بودم با توی این آب بازی میکردیم حتی لباس میشستیم ظرف میشستیم. بله. بعد ماهی میومد من چون خیلی کوچیک بودم ماهی الان دم باز میکنه اون موقع میترسیدم میگفتم وای من یعنی اینقدر راحت دیدیم. ماهی رو میگرفتن دیدیم واقعا همه چیز رو. زرجوب واقعا زرجوب بود. الان دیگه از گندش هم گذشته دیگه آدم نمیدونه چجوری اینو تفسیر بکنه. ولی خب ما مجبوریم و اینجا موندیم تا ببینیم چی میشه خدا چی بخواد. انشالله که این درست بشه ما هم یه نفس راحت بشیم یا این مسیر بره بالاخره یه کاری بکنن. درسته دیگه صحبت و حدیث و اینا نباشه. ما رفتیم خونه های حاشیه‌ای رودخونه با مردم صحبت کردیم. آره خیلی یعنی اینکه احساس میکنم دیگه تأسفش چند برابر شده. قبلش هم که رفته بودیم دورای گذشته رفتیم با هفته گذشته که رفتیم تو الان یه سری رو
گرفتن حاشیه زرجوب و در واقع مثلا سازمان پارک‌ها گرفته، یه سری باز موندن. بنده خدا در انتظار اینن که چون در حریم رودخونه هستن، خونه‌ها در حال تخریب، حالت اون که مثلا تعمیر احتیاج داره، بازسازی احتیاج داره، ولی آره از اون طرف هم آره اون وضعیت زرجوب خب به هر حال اصلا توی یه خونه اینقدر مشمئز کننده بود، آبش وحشتناک. روز سردش گاهی وقتا حالا یه بوی میومد، وای به حال اون روز گرم تابستون میگفتن که اصلا واقعا خیلی وحشتناک بود. بعد تازه مثلا قورباغه مار میگه عالمه موش. حالا بذار من بهتون چند تا عکس آوردم نشون بدم راجع به رودخونه های دنیا به ما چی کار میکنیم، اونا چی کار میکنن با رودخونه هاشون. یعنی واقعا این عکس هایی که میبینیم باز دوباره داغ دلمون تازه میشه که چه بلایی سر زرجوب خودمون اومده. این چقدر به گردشگری کمک میکرد، نگاه کن چی ساختن ازش. اینا همه گردشگرن دیگه. اصلا سیاره یه جا رفتیم کنار بازار، بعد میگفت توریست میومد قبلا، ولی به خاطر اینکه آلودگی زیاد شده دیگه همون تک و توک توریستایی که میومدن، چون خونه زرجو خب معروفه دیگه، بعد میگه که الان دیگه اون چند تا توریست هم نمیاد، انقدر بو و آلودگی هست دیگه، بیان به چی نگاه کنن. اینو ببینین مثلا چجوری دارن لایروبی میکنن. این داره آب میخوره. حالا یه چیزی دم همین رودخونه یه چشمه هستش، بهش میگن چشمه شیرینسو. خب این که نزدیک این رودخونه است، رودخونه هم چقدر کثیفه بو میده، ولی مردم مثلا بدون چیز میام دبه دبه از اونجا آب برن. بطری میارن پر میکنن میبرن. از خیلی هاشون هم پرسیدیم میگن مطمئنیم مشکل نداره. نه مشکل نداره، مشکل نداره. حالا من یادش کردم که کرسوجو کنم از اداره محیط زیست، از بهداشت، حالا به هر حال که کی مسئول بریم شهرداری بخش بهداشتش. یعنی الان به خاطر همین آلودگی آب گیلان مثلا خیلی بیماری سرطان انقدر بیماری زیاده میشه. حالا خانم شمشادی چی کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ برای جلسه جایی هماهنگ کردیم بریم صحبت بکنیم؟ من نظرم اینه که حتما یه وقتی بگیریم بریم تو، چون شورای کمیسیونی داره عنوانش از کمیسیون بهداشت و محیط زیست. به هر اونایی که نماینده‌هایی که تو شورا هستن همش یعنی اونجوری است که مردمیه، مثلا یه تشکل مردمیه شورای اسلامی شهر. از اونجایی هم که با مردم صحبت کردیم به هر حال اطلاعاتمون بیشتر شده، میتونیم مستندتر با فاکت براشون توضیح بدیم. به نظرم یه کوتاه‌ترین زمان یه وقتی بگیریم باشون صحبت کنیم. من با اینکه این همه آلودگی اونجا بود ولی دیدم یه شقایق کوچولو در اومد، میگم هر چی بهش آلودگی، هر چی بد می‌کنی به این طبیعت سعی می‌کنه خلاصا یه جور بهش سخت. من برمی چای بیارم دست در من کنه. سر تو پاره نه کمره، مرسی. خوش بخانه، اینجوری که با افتخار میتونیم خدمت دوستان عرض بکنیم، ما در چند آیتم اومدیم در بحث رودخانه ها اقدامات بسیار سازنده‌ای رو انجام دادیم، بسی که دستگاه های میخانزی زیادی رو خریداری کردیم که به شکل سالانه بحث لایروبی رودخونه ها رو داشته باشن و لجن ها رو جمع‌آوری بکنن و بتونن در این زمینه یه مقداری خدمتون عرض بکنن در جهت احیاء رودخونه، تا حدودی که در این بخش میتونن امکان پذیر باشه اقداماتی بکنن. ما اگر بتونیم حرائم رودخونه ها رو در سیاست گذاری خودمون حتی در سال آینده اعتبار مناسب رو ببینیم، هر میزان تونستیم در این زمین آزادسازی بکنیم، به نظر من تونستیم در جهت اینکه این رودخونه ها نفس بکشند روز به روز احیای اون رو ما به چشم ببینیم، ما خیلی راحت‌تر و بهتر میتونیم نزدیک بشیم. احساس میکنیم همه با هم داریم کمکاری میکنیم. یعنی واقعا من از خود مثلا اداره کل حفاظت محیط زیست، از خود سازمان شهرک های صنعتی که اصلا تصفیه خونه نزده، همه با هم داریم، فاضلاب های خانگی، فاضلاب های صنعتی، شیرابه های زباله، یعنی همه مجموعه ها داریم با هم من فکر نمی کنم مرده در حال مرگ داریم بیشتر نابودش میکنیم. جملات پدر بزرگ و مادر بزرگ ما یاده که یادمونه که از این رودخونه ما ماهی میگرفتیم، توی این رودخونه شنا میکردیم، آب این رودخونه مظهر پاکی بود، الان مظهر فاضلاب شده. یعنی واقعا بلایی که ما خودمون با دست خودمون بر سر این رودخونه دو تا محبت الهی آوردیم،
این چند روز خیلی پررنگتر شده. اگر مثلا زرجوب آلوده است، حالا به نمیدونم انزلی هم به کما رفته. اگر زرجوب این بلا رو کشه، یعنی همه ما میگم میدونیم آقاییم، ولی چرا هیچ کاری نمیکنیم؟ چرا به هر حال این توقف این آلودگی کی بخواد تموم بشه؟ به هر حال ما امیدواریم که این خوشبینیم. ما محیط زیستی ها نمیدونم دوست خیلی کلافتی داریم، میگم که میتونیم درست کنیم. چرا که اگر دلسوز باشیم، اگر نگرانی هامون رو به همه سعی کنیم انتقال بدیم، به فکر شهرمون باشیم، به فکر استانمون باشیم، فکر کشورمون باشیم، بعد خوشحال میشیم این زرجوب مثل زرجوب 50 سال پیش باشه، باز ما امیدش داشته سماش برد محمد. حالا زرجوب خودمون رو خاتمه بدیم. آه سلام محمد، از همین دوستان متشکرم. صحبت کنیم دیگه الان، ما یه دعوای آقای منی شد، من یه وقت ببینیم آتا سیدر گذاشت خوی ممنونم ممنونم من خدمت شما فکر کنم بدم، شما هم مطلع باشید دوستان در بحث ساماندهی و بهسازی چه اقداماتی انجام دادن. اقدامات ادامه دارن، اگر دقت بکنیم ما برای سال آینده هم حتی پیش بینی کردیم در بحث آزادسازی. به نظر من من تصورم بر اینه که تا تشکل‌های مردم نهاد از طرف خود مردم به عنوان مطالبات مردمی، از طرف دیگه و خود شما حساب بکنید الان ایام انتخابات نمایندگان میان هزار تا شعار میدن، مردم میان یخشون رو بگن که آیا نماینده که میخوای شعار بدی 4 سال نماینده مردم بشی، تویی که قبلا بودی چی کار کردی، تویی که امروز میخوای بیای با چه عزمی با چه نیتی میخوای این بخش از مطالبات قدیمی مردم که روز زمین بودن میخوای محقق کنی. اگه واقعا مردم بیان بخوان، افرادی میان که اون وعده های خودشون رو عملی بکنن و افرادی که وعده شون عملی کنن یقینا رای نخواهند بود. الان ما ساکنان اونجا میگفتن که ما نامه نوشتیم، یعنی من فکر میکنم که باید چجوری بگن نامه می نویسن یا مثلا مطالبات کردن ولی کسی انگار نشده. چه فایده هر فعلی که دیگه هر یاد چه بگیم من این همه میتونم دنیا براش این همه بحث خرج و مخارج میکنن، اگه یه خدا خرج میکنم یه اونجا نرده خرج کردم میتونم ازش داره ایده خوبه اجرا ضعیف. میخوام بهم گریه کنم، میخوام بهم گریه کنم. ازشون پرسیم گفتم واقعا اگه بخواد یه حرکتی انجام بشه شما کمک میکنین؟ گفتن آره ما تو صف اول هستیم. شما حرکت چی میبینه؟ خب در حرکت انجام شده که داره شروع میشه که نه شما چی حرکت میگید؟ من نمیدونم منتظر چه حرکتی از آسمون میخواد چیزی بیاد پایین مگه؟ باعث نیا اون آب و فاضلاب نه عرض منه بگید آب و فاضلاب بس فرهنگ سازی بحث دیگریه. همین ارتباطات، همین احساس مسئولیت هایی که همه دارن، نهادهای مردم، نهادی مثل شماها و خود مردم و نمایندگان مردم، همه دست به دست هم بدیم و به نظر من این میتونه این عنص و الفت رو ایجاد بکنه، وفاق رو ایجاد بکنه و همه این شعار رو بدن برای احیای دو تا رسول زرد و بهرود و همون چیزی که آرزوی همه ما رشته های قدیمی است. ما که چیزی نفهمیدیم، انتظار داشتیم که پربارتر باشه علی رغم اینکه از قبل میدونستن، ولی رودخونه اونجا مثلا بو میده هی میخوان این ور پارک بسازن اون ور پارک بسازن، به چه درد رودخونه واقعا اون رودخونه مثلا هیچ کاری براش نمیکنن. من خواستم مثلا بگم که آقا ببخشید من میتونم یه چیزی بگم، من خود این رودخونه رو میخوان چیکار کنن، تصفیهش میکنن یا نه؟ هیچی. چی بوده مادرم تو همین آب زرجوب برنج می‌شست.
اینقدر آبش تمیز بود؟ اینقدر این آب زد تمیز بود. حالا متاسفانه اینقدر این آب کثیف شده که نمیشه از دستت بشه. خودم کسی بودم تو همین رودخونه ماهی میگیره با مگس ماهی بودیم اینه اگه قدیمه بودم میدونم اینجا رودخونه اون میمودم ماهی میگرفتم دخل میشستن از همه آن برای خوراک استفاده میکردن. شما که میگیم محیط زیست حالا برای من چی گذاشتی که من از این محیط زیست خواهم کردم؟ باید تعلیم داد، درست استفاده کردن رو تعلیم داد، زباله گذاشتن بیرون از خونه یا بیرون از مغازه رو تعلیم داد. در این حال تعلیم باید برای من یه جام بذاری، درست مشخص بکنی، نه اینکه من از اینجا بلنشم مثلا برم سر خیامون میگم حوصله داری همجا پک میکنم تو آب. ما خودمونم به جای اینکه بیان کمک بکنیم بیشتر تیشه به دیشش میزنیم، وگرنه کسی بدش نمیاد که تو این رودخونه علاقه خارجی ها داشته باشن قایق میندازن توش تفریحی میکنن. ما که طبیعی شداری نمیدونیم بهره برداری کنیم، اینا باید لای روی بکنن بسرا باشه فضا حساب روزنن یه قایق کوچولو بیزارن، هم مسافر میتونه با مقصدش برسه با قایق، هم از طبیعت استفاده کنه، هم اشتغال زایی باشه. اینا همون منبعی درامو دیدیم. انشالله یه روزی بشه که همین رودخونه که ما میبینیم بچه های ما ماهی سفید ماهی نمیدونم قزلالا تو این رودخونه ببینن. نه وای درست بشن، درست نشن دیگه هیچ وقت درست نمیشن. این زرجوب در شهر حکایتی دارد، در حاشیه و پیرامونش همه چیز هست، چون آبراه‌های تاریخی، تولد، زندگی و مرگ، و در این بین مردم و حرف‌ها و شعرهایشان. این شهر شاعر کم ندارد، اما منظره این شعرها امروز خیلی دیدنی نیست. رشت بود و درود زیبا بود، دور و اطراف آن شکوفا بود، از دل رشت سایه گستر سبز بود جاری به هر طرف سرسبز، باعث پاکی و هوایی خوش در زمینی قشنگ و جایی خوش. ته این رودها ز بسک زلال بود پیدایش سنگ ریزه به حال، لیک با طرح مردمانی چند دید این هر دو رود خانه گزند، دست هایی که زشت خوب بودند سفله و پست و کینجو بودند، این درود نجیب آلودند تن و جانشان به درد فرسودند، هیچ یک از تمام مسئولین آن زمان با تعهدی سنگین فکر لای روبیش نرفت به دل، پس از آن هزارشان مشکل، لاجرم مدفن زباله شدند رفت از کول هر دو بالا گند، از تعفن که ام المرض است دل همسایگان از این دو شکست، این دو هم نام گوهر و زر ناب منجلابند و مرده چون مرداب. رودخانه مأمن ایوانات آبزیان بوده و مردم حتی برای آبتنی و گاهی اوقات حتی از آب شرب اون برای شرب استفاده می کردن، ولی در سالهای اخیر به خاطر آلودگی های شهری، ریختن فاضلاب های خانگی و پساب کارخانه های اطراف شهر رشت، این رودخانه به صورت یکی از آلودگی ترین رودخانه های استان در آمده و بوی تعفن اون مخصوصا در شب های تابستان
اهالی رو به انواعی بیماری ها مبتلا کرده است. سلام. پارک توهی. جمع بقیه رفت. این بازو؟ نمیدونم دقیقاً. آدم جمع رودخونه بله. رودخونه چیه؟ رودخونه یه که در رشته. رودخونه چیه؟ پارسا جان رودخونه چیه؟ سوینده رود. نه رودسرجو. حال کردی اصلا مغز حال بیادی. سرجو. بزن این رودخونه ایچی بزن زرجو. نه داره تو نقشه پیدا میکنه صورتش کنده. این نقطه است هر جا هستش. این نقطه است این نقطه است نقطه است جهان. این ماهی هاش اینجوری این آلوده است آبش. این فازلا میرد واسه ماهی ها شکن. آره خیلی شنیده بودیم ماهی گیری نکنیم بهتره واسه خورده. نه در این آلودگی ماهی نمیتونه رشد بکنه. نه میتونه بازم. خب نه دیگه مثلا آلودگیش اونجوری نیستش که بکشه ولی مثلا میتونه به ماست. رودخانه منشأش میدونی از کجا سرچشمه میگیره؟ سرچشمه رودخانه زرجون. به کجا میره؟ مقصد نهاییش کجاست؟ بهشت. میره اینجا که چیز جهنم آبزیانه بعد بهشت میره. نه الان انیشتین دوبا الان خوشت تو میره. انیشتین میاد جواب کنه. آه انیشتین گفتن تو از همه دانشمندتری. آره گفتن تو مرجع هستی تو از همه دانشمندتری. از چه نظر بستگی در مورد این رودخانه میدونی؟ رودخانه هایی که متاسفانه شهردار داره لطف میکنه آبشو کثیف میکنه. مردم چی نقشی دارن؟ مردم باید سعی کنن که زباله هاشون رو تو این رودخانه نریزن دیگه. همین دیگه. البته مشکل اساسی داره دولت و شهر داره. مردم به نظر من زیاد تو خود رودخانه نقش خاصی نداره. این اینترنت با سرعتش پایینه و چون خیلی کثیف بود دیده نمیشد اینجا رو زمین. فقط این نقطهش رو نشون داد. اشخالا ول نمیشن. حداقل مثلا شما دیگه آشغال نمی‌ریزید؟ نه آشغال صد هزار صد آشغال می‌ریزم. آره کوچکترین کار که می‌تونم بکنم همین کاره که مثل بقیه آدم‌ها در آلودگی شرکت نمی‌کنند. این خودش یه امتیاز. سلام علیکم. خواهد چه باشه؟ تقریبا مثل بقیه رودخونه های سواحل دریای خزر زرجو هم مریضه. من تا این بیماری و این ناخوشحالی خیلی شدتش بیشتره نسبت بقیه رودخونه های است. ببینید یه چیز در حدود 30-40 سال این دو رودخونه رها شدن به حال خودشون و الان همه دستگاه ها تمام تلاششون رو دارن میکنن، چه دستگاه های اجرایی که مستقیماً زیمدخلن صاحب وظیفه هستن در حفاظت از رودخونه. گره خیلی کورتر از این حرف هست. خیلی زمان برخواهد بود برای اینکه حریم این دو رودخونه آزادسازی بشه، برای اینکه دیگه کسی از دیوار خونه خودش حداقل نتونه زبالش رو پرتاب بکنه داخل رودخونه. انقدر کار پیچیده و
بزرگ و حجیم هست به دلیل اینکه سالها رها بوده و هیچ اقدامی روش نشده، به این زودی ها ما نمیتونیم رودخونه رو به حالت اول خودش برگردونیم. الان با شرایط فعلی، مخصوصا وقتی که یک هفته از آخرین برندگی میگذره، تقریبا هیچ حیاتی در رودخونه زردجو وجود نداره و در بعضی از روزهای تابستون دیگه اون چی که در رودخونه زردجو هست فقط فاضلاب و فاضلاب، چیز دیگه داخل رودخونه نیست. حالا الان هم واسه زردجو فقط همه گریه کردن، کسی کار نکرد. البته نه اینکه کسی کار نکرد، کار شد، من تا واقعا اون کاری که باید میشد نشد. هم میشه گفت که در استان گیلان که سوای سایه من کشور هست، ما فراوانی آب داریم، اما در قبالش ما مسائل آلودگی آب هم زیاد داریم، که این فراوانی آب باعث میشه که مواد آلوده سریعتر دسترسی پیدا کنه. همینجور که ما انسان ها سریعتر به این آب دسترسی پیدا میکنیم، منابع آلوده ساز هم سریعتر به آب دسترسی پیدا میکنه. در مرداد ما و شهریور ماه امسال که میشه گفت که ماهای بسیار کم آب و پر آلوده این رودخانه هستن، نمونه برداری شد و این نمونه برداری میتونم بگم خوشبختانه نشان دهنده این بود که میزان بیرودی این رودخانه ها به قدری بوده که خودپالایی درش صورت گرفته، یعنی از اون حالت میشه گفت که مرده‌ای که قبلا شاید فکر میشد یا دیده میشد، از اون حالت خارج شده. یعنی این نوید بخش این هست که این رودخانه جای امیدواری هست که قابلیت بازیابی رو داره، قابلیت بهسازی رو داره. به نظر میشه همه واسه که دلسوزی رو داشته باشن، دلسوزی فقط از طرف مردم یا تشکلها یا همه واسه دست به دست هم بدن. اگر داریم به یک نقطه میشه که واقعا نیازی که نجات داده بشه، نجات دادن به تنهایی انجام نمیشه. خدا حفظ مهران من نمیدونه حساسیت ها رو ایجاد کردید، همین توجه رو دارید به این مقوله، همه رو معطوف به این مقوله میکنید، واقعا جای قدردانی داره. یک بار نمونه گرفتن هم ما همون دوستان ما تعجب کردیم، گفتیم این چرا اینجوری است، گفتیم شاید اشتباه شده، تکرار کردیم، دوباره شهریور ما هم گرفتیم، دیدیم باز همون نتایج به ما زدن داد و ما خیلی خوشحال شدیم. گفتیم که پس ببینید این آلودگی هایی که از شهر رشت و بالادست شهر و غیره وارد این رودخانه‌های زرجوب رو هر روز میشن، فاضلاب و غیره و هرچی، وقتی خودشون میرسونه به اونجا هنوز این قدرت خودپالایی وجود داره، یعنی هنوز این رودخانه زنده است، نمرده. انشالله که با این همه نویدایی که چنگول من بودی امان دادن پول نخورده باشی. نام این رودخانه بیانگر محتوای این هست، زرجوب، رودخانه ای که آبش مثل زر صاف و زلال و پاک. حدوداً 100 سال قبل هدایت الله خان سدی بست روی این رودخانه، آباشو به داخل شهر برای آشامیدن قابل مصرف کرد. حدوداً 50 سال قبل مردم از این رودخانه ماهی میگرفتن، از آب این برای شستشو استفاده میکردن، توش شنا میکردن و لباس خودشون رو تو همین رودخانه میشستن. ولی متاسفانه ما به مرحله رسیدیم که در منابع میخوانیم که یکی از آلوده ترین رودخانه های جهانه، رودخانه ای که یک زمانی به مردم زندگی میداد، رودخانه ای که از منابع درآمد مردم بود، رودخانه ای که شریان های صنعتی و تجاری جاهای دیگر منتقل میکرد به مرداب از اون با قایق، و منابع تولیدی گیلان رو از این رودخانه می بردن برای مرداب انزلی بعد صادر می کردن. ولی این روز خودش فضایی به وجود آورده که کسانی که در این حاشیه رودخانه زندگی می کنن، یا وقتی که شما لحظه ای در کنار اون درنگ می کنید، می بینید که آلودگی اون آنچنان مشام شما رو آزار می ده که وضعیت بسیار اسفباری هست. سلام. آره شما خوبه؟ این در حاشیه رودخانه زندگی میکنید؟ بله. آب زرجوب که از بالا میاد؟ بله. چند سال اینجا زندگی میکنید؟ خیلی.
نزدیک 40 سال. 40 سال. 40 سال قبل هم رودخانه اینطوری بود؟ نه، اون موقع تمیز بود، درخت های بود. من اینجا رودخانه این سر خراب شد. الان 3-4 ساله ماشه میاد، بروزل میاد، یعنی به هم میزنه به بیرون، نمیرزی بیرون، همینطور میرزی پایین. این آبهای که از اینجا از این مسیر عبور میکنه شما رو بو کنه، بوی نفت و چیز افتضایی، ناچر هم چه بکنه. یعنی شما که اینجا زندگی میکنید چیکار بکنم؟ یعنی این آشغالا رو نمیشه یه فکر دیگری کرد؟ با شرطه رو باید بگه دیگه، شرطه یه چیزی اونجا بذاری ما بریزیم اونجا بریزیم. یعنی شهرداری چیزی نذاشته؟ نه، هیچی نداریم. کسی نمیاد این آشغالا رو حمل بکنه؟ نه، نمیاد، این برای نمیاد اصلا. خدای ما شاید یه نفر یه دونه نامت نوشته 15 نفر اینجا امضا کرد، بردم دادم شهرداری، 2 ساله جواب من نداد. گفت یا بونه اینجا تفلیق اینجا روشن بکن، یا خراب شدنی بردار، خراب شدنی یک فکر ما بکن، هیچ محل نمیزنه شاید. بغل شما پر از این زباله‌هایی است که بله بله، اینها رو همسایگان شما ریختن. دیدنم من نیستم، از اینجا یک سر دار رودخانه من بغل خونه هستن، همینطور میریزم پایین. اگه من بگم من خوش میدن این کتب اینجا نرید، اینجا محیط زیسته با تو مربوط اینی هست، با شهردار من مجال مده به چی بگم. به نظرم میرسه که ما خودمان را رها کردیم، یعنی بیگانه شدیم از خودمون، از زندگی خودمون، از محیط خودمون، از طبیعت خودمون. من بی تو چون خوابی پریشونم، زندون شده دنیا به چشمونم. گفتم برو از عشق من بگذر، بازا پشیمونم پشیمونم، بازا پشیمونم پشیمونم. از غص لبریز دل من، مثل پاییز دل من، از تو دلگیرم. زبشی اینا داره بس بکنه به اینجا، دستشی داره بس بکنه به اینجا، تا اون آخر خیلی از خونه زیاد داده اینجا. این آشخاله رو میریزم بول مورم اینجا چنان گیردم بچه ها، چنان اینجا غرشو خیلی از اونجا غرشو اون موقع الان تازه یکی هرکی اینجا غرق شده به جرم اعتیاد غرق شده اینجا. با وعده های تو دلم خوش بود، مهر و وفای جاودانیت کو، مهر و وفای جاودانیت کو. از زرجوب هرچی مونده فقط خاطر است. یه زمان آدم های کنار این رودخونه زندگی می کردن، اما حالا تبدیل شده به یه فاضلابی که در دور شهر داره میگرده. از دست ما هم کاری بر نمیاد جز اینکه 4 تا عکس بگیریم، یه حلقه فیلم درست بکنیم. ولی به قول اون شعر که میگه شهر خالی است و عشاق، بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکند.